نمایندگان مجلس به ادامه مسئولیت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی رأی دادند. به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه چهارده مهر پس از استماع نظرات مخالف و موافق و گزارش عباس آخوندی بار دیگر به تداوم مسئولیت وی در وزارت راه و شهرسازی رأی اعتماد دادند. استیزاه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با 13 امضا در جلسه علنی روز یک شنبه پنجم مهر در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. روح الله حسینیان، مهدی کوچکزاده، حمید رسایی، حسین علی حاجی دلیگانی، جواد کریمی قدوسی، زهره طیبزاده، فاطمه آلیا، موسرزا ثروتی، محمود نبویان، مجتبا رحمان دوست، بهرام بیرانوند، حسن کامران و نیره اخوان سیزده نماینده ای هستند که این طرح را امضا کردند. اکثر این نمایندگان از اعضای جبهه پایداری هستند و از حامیان دولت محمود احمدی نژاد هستند. محورهای اصلی استیزاه وزیر راه و شهرسازی عدم انجام تعهدات زمان رأی اعتماد، مشکلات عمومی وزارت راه و شهرسازی، مشکلات زمین و مسکن شهری و روستایی، حوزه حمل و نقل و مشکلات حوزه مالی وزارتخانه بود. همزمان با برگزاری جلسه استیزاه در مجلس گروهی که حدود 20 تا 30 نفر بودند با تجمع در برابر مجلس و حمل پلاکارت هایی خواستار عدم رأی مجدد به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند. تجمع کنندگان خود را مالکان زمین های شمال شرق تهران عنوان کرده و خواستار صدور دستور ساخت و ساز در این مناطق شدند. مسرزا ثروتی نماینده بژنور در مخالفت با آقای آخوندی گفت در سفر مقام معظم رهبری به استان خراسان برای حل مشکل پنج استان شمالی و 20 میلیون زائر بارگاه امام رضا علیه السلام مقام معظم رهبری دستور فرمودند که هرچه سریعتر پروژه راه آهن شمال به انجام برسد اما این پروژه به مدت دو ماه به دلیل فقدان اعتبار توسط دولت واگذاری بخشی از سهام شرکت نهاد قدس مشابه پرداخت سهام به دیگر پیمانکاران پروژه ها شش ماه فعال شد اما متاسفانه در دولت یازدهم متوقف شد و در دومین جلسه دولت آن را لغو کردند دادگاه حکم داد اما حکم دادگاه در این باره اجرا نمی شود. آقای ثروتی گفت امید تحول در وزارت راه نیست. بارها و با بارها من صحبتهایی را با مقامات این وزارتخانه داشتم اما بیفایده بوده و نمایندگان به این اظهارات که این استیزاه سیاسی است توجه نکنند و به خواست مردم از جمله در مسکن مهر توجه کنند. مسکن مهر که توقف آن یکی از دلایل استیزاه آقای آخوندی است از طرحهای عمده دولت در زمان محمود احمدی نژاد بود نمایندگان مجلس با 72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 252 آرای معخوزه با استیزاه مخالفت کرده و به وزیر راه و شهرسازی رأی اعتماد دادند. آخوندی سومین وزیر استیزاهی دولت یازدهم است نمایندگان مجلس نهم نه پیش از این رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش را استیزاه کرده بودند نوزر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام در این کمیسیون خبر داد این طرح به دولت ایران اجازه می دهد به طور رسمی توافق اتمی با گروه پنج به علاوه یک را به اجرا بگذارد طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام که روز یک شنبه یک فوریت آن به تصویب رسید مورد اعتراض نمایندگان تندرو مجلس است آقای شفیه همچنین خبر داد این طرح یک شنبه آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد. مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به یک فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام رأی داد که بر اساس آن به دولت ایران اجازه داده می شود تا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی برجام یا همان توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی اجرایی کند. ارجاع این طرح به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعتراض برخی محافل اصولگرا را به دنبال داشت حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز دوشنبه سیزدهم مهر امضای این طرح توسط نمایندگان را تعجب آور و تاسف بار خواند آقای شریعت مداری در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه همچنین گزارش کمیسیون ویژه برجام مجلس را مستند و کارشناسانه خواند و تاکید کرد اجرای توافق اتمی وین جمهوری اسلامی را در بسیاری از عرصه ها مخصوصا اقتصادی، امنیتی و علمی با فاجعه‌ای بزرگ روبرو خواهد کرد، یک روز پیش از گفته آقای شریعت مداری پنج نماینده عضو کمیسیون ویژه برجام با انتشار بیانیه ای، گزارش نهایی این کمیسیون را یک خواندند که منطبق بر منافع ملی نبوده و آثار مثبت توافق اتمی وین را نادیده گرفته است همزمان محمود نبویان عضو کمیسیون برجام ضمن دفاع از گزارش این کمیسیون هیئت رئیسه مجلس را متهم کرد که اجازه نداده است تا طرح دیگری درباره توافق اتمی وین امضای پنجاه نماینده مجلس ارائه شود آقای نبویان همچنین از وجود پنج سند درباره توافق اتمی وین خبر داد و دولت را متهم کرد که از ارائه آنها به مجلس خودداری می کند. وی از نقشه راه که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده به عنوان سند چهارم نام برد و گفت سند پنجم توافق یکجانبه میان یکی از مسئولین کشورمان با یک مقام آمریکایی است که در وین صورت گرفته است بر اساس نقشه راه که روز 23 تیر میان سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس المللی انرژی اتمی امضا شد، قرار است ابهام‌های مربوط به گذشته برنامه هسته‌ای ایران حل و فصل شود. ایران و آژانس المللی انرژی اتمی تأکید کردند که نقشه راه محرمانه است. در همین حال مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه 13 مهر ماه گفت هر جای برجام که قدرت دفاعی کشور را تحت تاثیر قرار دهد غیر قابل اجرا خواهد بود این را هم به داخلی ها و هم به بیگانگان میگویم بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد از ایران خواست تا به دولت سوریه متحد خود برای حل و فصل مسالمت آمیز جنگ داخلی این کشور فشار بیاورد آقای مون در ملاقاتی که روز دوشنبه 13 مهر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک داشت تاکید کرد هیچ راه حل نظامی برای منازعات سوریه وجود ندارد او از تهران خواست با اعمال نفوذ بر دولت مرکزی سوریه به پایان دادن به جنگ داخلی آن کشور یاری برساند بانکیمون و محمد جواد ظریف در مورد یمن نیز گفتگو کردند کشوری که سازمان ملل متحد تلاش دارد تا گفتگوهای صلح در آن تقویت شود و ایران به دلیل حمایتش از شورشیان شیعه حوسی در آن نقشی کلیدی ایفا می کند سازمان ملل متحد در تلاش است تا راه حلی سیاسی برای تنشا و نبردهای خونین یمن پیدا کند آقای ظریف نیز در پایان سفر خود به نیویورک که بخشی از آن شرکت در هفتادمین گرد همایی همگانی ملل متحد بود در یک کنفرانس خبری شرکت کرد وی در گفتگو با خبرنگاران گفت از اینکه برخی از همسایگان ایران نشان دادهاند به دنبال راه حل سیاسی برای حل بحران در یمن و سوریه نیستند متاسف است سخنان آقای ظریف اشارهای به موضع امارات متحده عربی و ترکیه تلقی می در همین حال خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است یان الیاسون معاون دبیر کل سازمان ملل قرار است روز یکشنبه سفری به تهران داشته باشد در همین حال در خبری دیگر 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف فوری حملات هوایی روسیه علیه مخالفان رژیم اسد و غیرنظامیان در سوریه شدند در بیانیه ناتو ترکیه نیز یکی از کنندگان آن است در مورد خطر جدی چنین رفتار غیرمسئولانه ای هشدار داده شده است همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از شامگاه دوشنبه 13 مهر در بروکسل مذاکرات خود را پیرامون بحران پناهجویان سوری و به طور کلی بحران سوریه با مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا آغاز کرد ترکیه اکنون بیش از یک سال است که خواستار ایجاد یک منطقه ممنوعه پرواز در سوریه است دولت روسیه یه روز دوشنبه 13 میر اعلام کرد که با ایجاد چنین منطقه‌ای بر فراز خاک سوریه مخالفت خواهد کرد در همین حال احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت حتی اگر ای در حریم هوایی ترکیه پرواز کند رهگیری خواهد شد دولت ترکیه بامداد روز دوشنبه 13 مر اعلام کرده بود که یک هواپیمای جنگنده روسی در نزدیکی مرزهای سوریه حریم هوایی ترکیه را نقض کرده و از سوی مسئولین ترکیه رهگیری شده است همزمان یک افسر نظامی اسرائیلی اعلام کرده است یک هیئت نظامی روسی روز سهشنبه چهاردهم مهر برای سفری دو روزه به اسرائیل خواهد رفت تا بر سر راه های جلوگیری از درگیری احتمالی و غیر نیروهای دو کشور هنگام انجام عملیات در سوریه مذاکره کنند اسرائیل بیم آن دارد که عملیات نظامی روسیه در سوریه باعث درگیری احتمالی نظامی نیروهای تل‌آویو و مسکو بر فراز سوریه شود. تا کنون اسرائیل چند بار مواضع ارتش سوریه و همپیمانش حزب الله لبنان را در جریان جنگ های داخلی سوریه بمباران کرده است اسرائیل تا کنون مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته اما گزارش ها حاکی از آن است که این حملات های موشک و اسلحه برای حزب الله را هدف قرار داده است همزمان یک افسر اسرائیلی که خواسته نامش فاش نشود گفته است روسیه و اسرائیل بر سر عملیات دریایی در سواحل سوریه در دریای مدیترانه که مسکو آنجا پایگاه نظامی دارد هم هماهنگی خواهند کرد فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد شامگاه دوشنبه سیزدهم مهر ما یک خودروی گشت کلانتری به دست اشرار به رگبار بسته شد و در نتیجه این حادثه یک درجه دور نیروی انتظامی و یک معلم جان خود را از دست دادند علی جلیلیان از گروهبان یکم حسین علی صبحانیان و یک معلم به نام پرویز روشناب که در زمان وقوع حادثه در صف پمپ بنزین بود. است به عنوان افرادی نام برد که در این حادثه کشته شدند. حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان نیز گفت این حادثه در نزدیکی پمپ بنزین ایران شهر رخ داده است. شامگاه یکشنبه 20 اردیبهشت پس از تیراندازی نیروهای پاسگاه محمدان ایران شهر به یک خودروی مزنون به حمله گازوئیل و سوختن سرنشینان آن بر اثر آتش گرفتن بار گازوئیل درگیری هایی در شهر ایرانشهر رخ داد اما در نهایت به گفته مقامات دولتی این شلوغی ها با همراهی معتمدان محلی کنترل شد استان سیستان و بلوچستان ایران در سالهای اخیر شاهد ناامنی بوده و به دنبال درگیری های متعدد میان گروه های مسلح مختلف با نیروهای امنیتی و انتظامی و ترور برخی افراد ده ها نفر کشته و زخمی شدند. در همین حال قاسم رضایی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران روز 18 همه فروردین از بیش از هفتاد فقر درگیری و تجاوز مرزی از سمت مرز پاکستان به داخل خاک ایران در مدت یک سال گذشته خبر داده بود امسال نیز گزارش هایی از درگیری در این استان منتشر شده است از جمله در فروردین ماه گذشته 8 نفر از مرزبانان ایرانی در جنوب شرقی ایران در نزدیکی مرز پاکستان کشته شدند نیروهای امنیتی و انتظامی ایران نیز در چند ماه گذشته از چندین عملیات علیه گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند در همین حال وزارت اطلاعات ایران خبر داده است که هشام عزیزی معروف به ابو حفظ بلوشی فرمانده گروه انصار الفرقان و دو نفر از همراهانش روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند محمد مورانی فرمانده قرارگاه قدس سپاه پاسداران نیز روز 22 فروردین ما از دستگیری تعدادی از اعضای گروه انصار الفرقان و کشف انبار مهمات این گروه در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده بود. صبح روز سهشنبه چهاردهم مهر هتل قصر در عدن محل اقامت مقام های بلندپایه دولت یمن و نزدیکان عبد رب منصور حادی، رئیس جمهور این کشور هدف حمله موشکی قرار گرفت این هتل از جمله محل اقامت موقت خالد بهان نخست وزیر یمن است اما آخرین خبرها حاکی است که او و دیگر افراد بلندپایه دولت از این حمله آسیبی ندیدند ساکنان محل میگویند تعدادی زخمی شدند خالد بها در پایان شهریور ماه و در پی پیشروی های نیروهای حوادار منصورهادی در عدن مستقر شده است چند وزیر دیگر دولت در تبعید نیز او را در این بازگشت همراهی کردند گزارش شده که هتل قصر محل اقامت وزیران نیز بوده است تصاویر ویدیویی منتشر شده شعله های آتش و دود قلیز سیاه برخواسته از آن را در جلوی ساختمان این هتل نشان می دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نظر می رسد ورودی اصلی هتل مورد اصابت موشک قرار گرفته باشد. موشک دوم نیز به نزدیکی این محل برخورد کرد و موشک سوم در منطقه بریقه فرو آمد. یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه نیز می گوید که ستونی از دود را در محلی که هتل قصد قرار دارد رویت کرده است هنوز کسی مسئولیت پرتاب موشک را بر عهده نگرفته است اما خبرگزاری فارس روز سهشنبه چهاردهم مر و ساعتی پس از این حمله از قول برخی منابع آگاه اعلام کرد که خالد بهان نخست وزیر در پی حمله موشکی امروز به مقر اقامتش به همراه وزرای دولتش از عدن خارج شده است بنابر گزارش خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران ایران است در این حمله دست کم 20 نظامی اماراتی که مسئول تأمین امنیت مقر باها را بر عهده داشتند کشته شدند و اکنون فضای حاکم بر عدن به شدت امنیتی شده است بر اساس این گزارش جنگنده های عربستان سعودی در حال پرواز بر فراز این شهرند و بالگردهای اماراتی در حال انتقال زخمی ها و کشته ها به خارج از عدن هستند در این حال خبرگزاری فارس از قول نایف البکری وزیر ورزش و جوانان یمن نقل کرده است که دولت مستعفی همچنان در عدن به کار خود به طور طبیعی ادامه می دهد. یازده نماینده مجلس شورای اسلامی از جریان اصولگرا طی تذکر به وزیر دادگستری خواستار اطلاع رسانی دقیق و شفاف به افکار عمومی در مورد پرونده جیسون رضاییان شدند این نمایندگان در تذکر خود با اشاره به محاکمه و صدور حکم برای این آمریکایی ایرانی تبار از مصطفی پور محمدی خواستند که جهت اطلاع افکار عمومی اطلاعات مربوط به گفته آنان این جاسوس و نفوذ آمریکاییان و فیلم های اعترافات او را منتشر کنند. جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست اوایل تیر ماه 93 به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی پس از چند هفته به قید وسیقه آزاد شد اما جیسون رضاییان شش ماه در سلول انفرادی محبوس بود و سپس به بند دوی علف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران است منتقل شد. آقای رضاییان پس از گذشت حدود یک سال سرانجام در خرداد 94 به اتهام جاسوسی برای کاخ سفید برابر دادگاه قرار گرفت. واشنگتن پست و کاخ سفید این اتهام را بیاساس اساس خواندند و خواستار آزادی هر چه سریعتر این روزنامه نگار شدند. با وجود این اتهامات چند پیش محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه ممکن است نظر وزارت اطلاعات در مورد جیسون رضاییان با دیگر دست متفاوت باشد از اظهار نظر در مورد پرونده او خودداری کرد. درخواست انتشار محتویات پرونده و اعترافات آقای رضاییان در حالی بیان می شود که وزارت دادگستری ایران نمی تواند در تصمیمات قضایی دخالت مستقیم داشته باشد و در سالهای گذشته نیز پخش اعترافات متهمان توسط صدا و سیمای ایران صورت گرفته است. این نمایندگان در بخش دیگری از تذکر خود آوردند بیش از یک سال است که به گفته آنان جاسوس حرفه‌ای و مسئول پایگاه اطلاعاتی آمریکایی ها در تهران دستگیر شده در مدت بازداشت مورد حمایت آمریکایی ها قرار گرفته و مکررا آنها از تیم مذاکره کننده ما خواستند که ایران او را آزاد کند این نمایندگان اصولگرای مجلس همچنین مدعی شدند که اطلاعات وسیعی از این به گفته آنان جاسوس حرفه‌ای در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفت که باعث نگرانی از خطر نفوذی‌ها برای انقلاب اسلامی و استقلال کشور بود. نوزر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی یک روز پیش از این تذکر گفت در جلسه این کمیسیون گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره شیوه های نفوذ دشمن برای آسیب زدن به بنیان های انقلاب و نظام از جمله پیگیری آمریکا برای آزادی جیسون رضاییان مورد بررسی قرار گرفته است سازمان اطلاعات سپاه در زمان دولت محمد خاتمی نقش پررنگتری در سرکوب مخالفان و منتقدان سیاسی بر عهده گرفت و از سوی اصلاح طلبان به عنوان یک سازمان اطلاعاتی موازی نام برده می شود. در دولت محمود احمدی نژاد این سازمان فعالیت کمتری داشت و برخورد با منتقدان بیشتر توسط وزارت اطلاعات صورت می گرفت اما به نظر میرسد با تغییر دولت اطلاعات سپاه بار دیگر نقش پررنگتری بر عهده گرفته است نظر شفیعی در بخش دیگری از سخنانش به نقل از سازمان اطلاعات سپاه گفته است جیسون رضاییان مامور اجرای تفکر آن دست از سنای آمریکا است که معتقدند اگر این کشور بتواند روابط خود را رو با ایران به سطح قبل از انقلاب برگرداند حکومت ایران را میتوان به آسانی ساقط کرد این اظهارات در حالی بیان می شود که دو هفته پیش دوازده نماینده مجلس در تذکری به محمود علوی وزیر اطلاعات و علی جنتی وزیر ارشاد خواستار مقابله با جریان های صدها نفری نفوذی سرویس های جاسوسی غرب در روزنامه ها و رسانه های شده بودند ابراز نگرانی از نفوذ دشمن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ پس از آن بیان می شود که آیت الله علی خامنه ای نسبت به نفوذ آمریکا در ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای هشدار داد. ناظران میگویند آیت الله خامنه ای و حامیان او به شدت نگران تاثیر توافق هسته ای ایران و غرب بر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستند که اسفند ماه آینده به طور همزمان برگزار می شوند برخی فعالان سیاسی اصلاح طلب هم میگویند این اظهارات زمین سازی برای اعمال فشار بیشتر بر نیروهای منتقد است که قصد شرکت در انتخابات مجلس آینده را دارند به باور این فعالان رهبر جمهوری اسلامی همچنین نگران است که رد صلاحیت کاندیداهای منتقد در انتخابات مجلس و خبرگان واکنش های منفی افکار عمومی را در پی داشته باشد و به تنش های سیاسی و اجتماعی دامن بزند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش از وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد لغو تحریم ها فرصتی استثنایی برای ایران است اما بهره گرفتن از این فرصت نیاز به اصلاحات اقتصادی دارد بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول که روز دوشنبه 13 مهر ماه در سایت آن منتشر شد، یک تیم کارشناسی به رهبری مارتین کریسولا، دستیار مدیر بخش خابر میانه و آسیای مرکزی این صندوق، از 19 تا 30 سپتامبر به ایران سفر کرده و از نزدیک وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کردند. بنابر ارزیابی آقای کریسولا سیاست های محتاطانه دولت حسن روحانی باعث بهبود رشد اقتصادی در سال گذشته و کاهش تورم به سطح 15 درصد شده است و سیاست های دولت ایران همچنین صبات را به بازار ارز کشور بازگردانده و پیشرفت هایی در اصلاحات یارانه ای انجام شده است. بنابر این گزارش در عین حال ایران با چند چالش ساختاری جدی مواجه شده است. به گفته یه صندوق بین المللی پول، افت ناگهانی و شدید قیمت نفت از تحرک فعالیت های اقتصادی کاسته است. شرکتها با کاهش تقاضا و مصرف همچنین اشباع بازار مواجه شدند. بخش بانکی با حجم عظیمی از مطالبات معوقه دست به گریبان شده که نتیجه نرخ بهره واقعی غیرقابل تحمل و سیاست ریاضت اقتصادی است. نرخ بیکاری نیز بهبود نیافته و در پایان سال گذشته میلادی در رقم ده و نیم درصد باقی ماند. این گزارش نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران طی سال گذشته خورشیدی به سه درصد رسیده اما برای سال جاری این رقم بسته به اینکه چه زمانی تحریم ها علیه ایران لغو شود چیزی حدود منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود. به گزارش صندوق بین المللی پول نرخ تورم در ماه گذشته به 12 درصد کاهش یافته است اما انتظار می رود این رقم تا پایان سال جاری خورشیدی به 14 درصد افزایش یابد. ارزیابی این نهاد بین المللی ها که رشد اقتصادی ایران در سال آینده خورشیدی قابل توجه تر است چرا که با لغو تحریم ها ایران تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. هزینه معاملات، تجارت و انتقال پول کاهش می‌یابد و نهایتا ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود در خارج دسترسی پیدا می‌کند. بنابر گزارش صندوق بین المللی پول انتظار می رود اقتصاد ایران در سال 1395 حدود 4 تا 5.5 درصد رشد کند و بخش عمده ای از این رشد نیز به افزایش تولید نفت کشور به میزان 600 هزار بشکه در روز برمی گردد که البته مقامات ایران می گویند تولید نفت را یک میلیون بشکه افزایش خواهند داد. تقریبا یک درصد از این رشد نیز به خاطر کاهش هزینه معاملات و انتقال پول خواهد بود. این گزارش می که برای تبدیل نتیجه رفع تحریم ها و تثبیت اقتصاد کلان کشور در میان مدت به رشد اقتصادی بالا و پرشتاب نیاز به اصلاحات گسترده اقتصادی است. صندوق بین المللی پول با ضعیف خواندن اقتصاد ایران بر این نکته انگشت گذاشته که ریسک چشمانداز اقتصادی بالاست و در چشمانداز بلند مدت وضعیت اقتصادی بستگی به عمق و میزان اصلاحات خواهد داشت. صندوق بین المللی پول همچنین گفته است عدم اطمینان از اجرای توافق هسته ای نیز می تواند جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور را با مشکل مواجه کند و بازگشت کامل ایران به بازارهای نفتی قیمت نفت را دوباره پایین خواهد کشید. ژنرال جان کمبل فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان روز دوشنبه 13 مهر گفت نیروهای نظامی افغانستان در قندوز که زیر آتش پیکارجویان طالبان قرار داشتند خواستار حمله هوایی نیروهای آمریکایی شدند در حمله هوایی شامگاه جمعه دهم ده مهر که هدف آن یک بیمارستان متعلق به سازمان پزشکان بدون مرز بود دست کم 22 نفر کشته شدند دوازده نفر امدادگران این سازمان و دست کم هفت بیمار از جمله سه کودک در میان کشته شدگان بودند به گزارش خبرگزاری فرانسه ارتش ایالات متحده پیش از این گفته بود نیروهای نظامی این کشور زیر آتش قرار داشتند و این حمله توسط هلیکوپترهای AC-130 برای نجات آنها انجام شد با این حال جنرال کمبل گفت این حمله برای دفع تهدید پیکارجویان طالبان انجام گرفت که در پی آن به صورت اتفاقی چند غیر نظامی نیز کشته شدند وی افزود در حال حاضر میدانیم که نیروهای افغانستانی گفتند که زیر آتش پیکارجویان قرار دارند و درخواست پشتیبانی هوایی کردهاند فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان وعده داد که در مورد این حادثه تحقیقات کامل و شفاف به عمل آید و مسئولان این اقدام مورد پرسش قرار گیرند تا از عدم تکرار این اشتباهات اطمینان کامل کسب شود سازمان پزشکان بدون مرز خواهان انجام تحقیقات مستقل شده تا مشخص شود که آیا این حمله نظامی یک جنایت جنگی محسوب می شود یا خیر این سازمان می با مقامات نظامی دولتی در واشنگتن و کابل برای متوقف کردن حملات تماس گرفته اما حمله به بی بیمارستان به مدت یک ساعت ادامه داشته است در همین حال یک مقام محلی در قندوز مدعی شد که پیکارجویان طالبان در داخل بیمارستان حضور داشتند و ساختمان این مرکز درمانی توسط آنها منفجر شده است این گفته به شدت از سوی سازمان پزشکان بدون مرز رد شد به گفته پزشکان سازمان بدون مرز در زمان وقوع حمله 105 بیمار به اضافه همراهان آنان و نیز 80 کارمند بین المللی و محلی در بیمارستان بودند. این بیمارستان تنها مرکز درمانی در شمال افغانستان بوده که به گفته این سازمان امکان مداوای تخصصی آسیب دیدگان را داشته است سرپرست برنامه های سازمان پزشکان بدون مرز در شمال افغانستان که در زمان وقوع حمله در محل حضور داشته در مورد جزئیات این حادثه گفته است آنهایی که می توانستند خودشان را به دو پناهگاه ساختمان رسانده بودند اما بیمارانی که قادر به فرار نبودند همانطور که در تختهایشان دراز کشیده بودند تا سرحد مرگ سوختند طالبان روز دوشنبه 28 سپتامبر در پی حمله قافلگیرانه شهر قندوز را تصرف کردند از زمان سرنگونی طالبان در سال 2001 این برای نخستین بار بود که آنها موفق شدند که کنترل مرکز یک ولایت را بر عهده بگیرند